طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب کلان شهر تهران بزرگترین طرح زیست محیطی کشور است که رسما از سال 74 آغاز شده. عمده این کار در چند سال اخیر شده، یعنی ما تقریبا تو 4 سال اخیر موفق شدیم بیش از 3000 کیلومتر رو ما در شهر تهران شبکه فاضلاب اجرا بکنیم. گفته می شود ارزش این طرح 20000 میلیارد تومان است. شهر تهران به 9000 کیلومتر فاضلاب نیاز داره که تا الان 6000 کیلومتر اون تکمیل شده در اعماق مختلف از سطح زمین تا 34 متر. در این طرح بزرگ 15000 نفر به صورت مستقیم مشغول به کارند در این تونل های تنگ و باریک. فاضلاب خام از این تونل ها و لوله های بزرگ به تصفیه خانه ها هدایت می شوند. ما 20 مدول تصفیه خانه خواهیم داشت. تصفیه خانه جنوب 6 مدولش کاملا تمام شد، 2 مدول دیگرش به صورت فینانس خارجی در حال پیگیری هستش. لویزان، سرخ هزار، شوش، تصفیه خانه جنوب، فیروز بهرام در جنوب غرب تهران، یکی در غرب تهران باید ساخته بشه. در حال حاضر مصرف آب تهران سالانه 1,050,000,000 متر مکعب است که تنها 270 میلیون متر مکعب آن در شبکه فاضلاب تصفیه می شود و به مصرف کشاورزی و صنعت می رسد. اما با تکمیل شبکه فاضلاب و ساخت 20 تصفیه خانه 850 میلیون متر مکعب پساب حاصل خواهد شد. 850 میلیون متر مکعب پسابی که در تهران هست، عرض کردم خدمتون حدود 4 برابر حجم آب سد کرج هستش. احداث بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب منطقه، احداث نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت از انرژی زیست‌توده و همچنین احداث بزرگترین تونل خط انتقال فاضلاب کشور به طول 27 کیلومتر از جمله ویژگی‌های این طرح است که گفته می‌شود تا 4 سال آینده به اتمام می‌رسد. حفظ بهداشت محیط و چهره ظاهری شهر، حفظ کیفیت منابع آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از هدررفت آب، جلوگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، تولید انرژی و تولید انواع کود گیاهی از جمله نتایجی است که این طرح را جزء برترین طرح‌های زیست محیطی جهان در سال 2015 قرار داده است.